همزمان با نزدیک شدن نمایش انتخابات در رژیم آخوندی، خامنه ای هم به صحنه اومد تا به قول خودشون به تنور انتخابات بدمه. در اینجا میخوایم نگاهی داشته باشیم به نکات و صحبت‌های خامنه ای در رابطه با همین موضوع، همراه با آقای محمد مسعودی. سلام به شما آقای مسعودی و خوش اومدین به این گفتگو. با سلام به شما مسعود عزیز و با سلام به بینندگان عزیز و تبریک پیشاپیش سال نو میلادی به همه هموطنان عزیزم در هر کجای دنیا که هستن، خوشحالم در خدمت شما هستم. بفرمایید. بله، درود بر شما. آقای مسعودی، این هفته خامنه‌ای دو بار به صحنه اومد و در مورد انتخابات حرفایی زد. هدفش چی بود و چی می‌خواست بگه؟ همچنان که اشاره کردید، طی یک هفته دو بار، یعنی در روز دو و در روز شش دی، خامنه‌ای شخصا وارد صحنه شد. البته به بهانه‌های دیگه‌ای اومد، ولی دردش که درد انتخابات بود رو سرش صحبت کرد. در انتخابات، در به اصطلاح سخنرانی دو دیش، 60 بار دست کم کلمه انتخابات رو به کار برد. بله. که نشون میده طفلی دردی داره. در رابطه با سخنرانی شش دیش هم ملاحظاتی دارم که اگه فرصت بشه انشالله عرض خواهم کرد. ببینید، این سوال برای هر بیننده پیش میاد که اصلا این تناقض وجود داره در این صحنه. این سوال پیش میاد که چه رابطه‌ای بین حاکمیت مطلقه فقیه، یعنی همون ورژن معمم شاه، وجود داره با انتخابات که این همه باید هر از چندی اینا بسیج کنن، هزینه کنن، نمیدونم دم و دستگاه رو بندازن برای انتخابات. اگر به خود اینها بود که انتخاب یک تا صد اینا اصلا انتخابات نیست. بله. انتخابات چیزیست که از روز اول سرقت انقلاب ضد سلطنتی بر خمینی و بعد بر تک به تک این آخوندها تحمیل شده. شما ببینید، در فردای انقلاب ضد سلطنتی سطح آگاهی جامعه آنقدر بالاست، آنقدر ملت تشنه آزادی هستند، اونقدر اون شاه ملعون قلمها رو شکسته، زبونها رو بسته، نفسها رو در سینه بریده، که ببینید اصلا خمینی، ولیعهد واقعی محمد رضا، جرأت نداره اسم ببره از اون حاکمیتی که تو ذهنشه. بله. اول که میگه اصلا ما میخوایم بریم طلبش، میریم قم. ببینید، جمهوری کلمه ایست که در نتیجه اون همه خونی که از انقلابیون دیخت، اون جانفشانی های مبارزین واقعی، مجاهدین، فدایی ها و همه آزادی خواهان و اون تظاهرات میلیونی مردم تشنه آزادی تحمیل شده. خمینی تن داده به جمهوری در فضایی که تمام انظار بین المللی رو به ایرانه، ایرانی که تازه انقلاب شده، یک حکومت خودکامه زده زمین. خب این به خمینی تحمیل شده، بگه جمهوری. خب حالا جمهوری چجوری جمهوری تن خودش کنه؟ چون اگر جمهوری در ایران یک روز می بود، آخوند نمی بود. بله. جمهوری رو یک صفت اسلامی براش گذاشت، بدین وسیله یک پدیده عجیب غریبی ارائه داد که واقعا نه جمهوری است نه اسلامی، بدترین نوع دیکتاتوری، که پدر طارقانی روح شاد هشدار داده بود از روزی که بخوان معممین و خلاصه افرادی دین پناه بخوان دین رو وسیله دنیاشون بکنن. اینطوری خمینی اومد حاکم شد و اینجوری این نمایش انتخابات برای این رژیم تحمیل شده. حالا که داره نون جمهوری رو میخوره، چه در رو به داخل خودش، چه رو به طرف حسابای غربی، بالاخره در دنیایی هستیم که دنیای اصل اینترنت و ارتباطات، بالاخره معیارهای دنیا عوض شده. این پوز مشروعیت ولو فرمایشی نمایشیشو باید داشته باشه. این انتخابات برای رژیم تحمیل بوده، مطلق خاص خودش نیست و هر بارم براش مصیبته. حالا من میخوام یک توصیفی که خامنه‌ای خودش از انتخابات میکنه رو براتون بخونم. میگه دو کلمه جمهوری و اسلامی هر دوتا وابسته به انتخاباته. جمهوری یعنی مردم سالاری، یعنی حاکمیت کشور به دست مردم. خب مردم چجوری دخالت کنن در حاکمیت؟ هیچ راهی جز دخالت کنن در حاکمیت، هیچ راهی جز انتخابات ندارند، هیچ راهی جز انتخابات وجود نداره. پس ببینید، برای اینکه توجیه کنه و بسیج کنه، همین دویده اینا رو گفته. انقدر این انتخابات رژیم محوه و پوشاله که مقاومت ایران به درستی و با هوشیاری سیاسی از روز اول اسمشو گذاشت نمایش انتخابات. بله. مقاومت ایران رو بل کنیم. ببین، خود رژیم اولین بار من این کلمه رو آراء تزیینی، نمیدونم شما شاید چنده باشین. بله. از یکی از مقامات رژیم شنیدم، آراء تزیینی. ببین، عمق نگرش این رژیم به آراء مردم رو نشون میده. یعنی برد این رأی مردم چیه؟ فقط برای تزیین حاکمیت. بله. نه برای اینکه حتی تغییر بشه. تزیین حاکمیت، کدوم حاکمیت؟ حاکمیتی که در 22 بهمن 1357 توسط خمینی با کارگردانی غرب و با دلالی بی بی سی فارسی، آیت الله بی بی سی رو بوده شد. این کل داستان انتخابات در ایران هست. شما یادتون هست که آخرین بار که رژیم بحث نمایش حد اکثری رو داشت، انتخابات 1400 بود.
خیلی براش حیاتی بود، براش حیثیتی بود، می‌خواست یک جلاد 6 کلاسه بسیار بدنامو بیاره به اسم رئیسی. خود رژیمی هم از دستش کلافه بودن، یه بخشی از رژیم هم تراشیده بود. آراء سفید، یعنی کلی بسیج کرده به زور ملت رو با تهدید و تطمیع آورده اونجا. آراء سفید از رئیسی بیشتر رأی آورد، تازه رئیسی تقلب شده. یعنی شما توجه داشته باشین که اگر برای آراء سفید مثلا یه کاندید فرضی معرفی کرده بودن، هنوز رئیسی 4 سال دیگه داشت سماق ریاست جمهوری می‌بود. البته خودشون اعلام کردن که دوم شده آراء باطلی. بله خودشون میگن آ دوم، ولی مطمئن باشید اول شده. بله بله. نکته بعدی ببینید، آنچه دردناک است در این رژیم، حالا اول یه نقل قول دیگه بکنم چون خیلی من خودم واقعا اوج وقاحت خامنه‌ای نشون میده، میگه اگر انتخابات در کشور نباشد یا دیکتاتوریست یا هرج و مرج، ناامنیست. اون چیزی که جلوی بروز دیکتاتوری در کشور رو میگیره انتخاباته، اون چیزی که جلوی هرج و مرج و اختشاش و ناامنی رو میگیره انتخاباته. کی داره این حرفو میزنه؟ 84 سالشه، دست کم 36 سال ولی فقیه، یعنی حاکم مطلق، یعنی تمام ایرانی‌ها واکسن کرونا میخوان، تمام دنیا میگه ما بهتون میدیم، این میگه نه من نمیخوام، و بعد اون دلغکو میاره که کرونا یا به مستعان نشون بده و 500 میلیون 500 هزار نفر و نیم میلیون از مردم ایران رو میفرسته به قربانگاه کرونا. یک همچین رژیمی تعریفش از انتخابات اینه. آنچه باز هم دردناکتر این که ببین جناح مغلوب رژیم یعنی کیا؟ همون اصلاح طلب‌های قلابی، همون ریزجی، همونایی که حتی تصفیه شدن، باز نگرششون فلسفه انتخابات تو ذهنشون همینه. یک نمونه شو من بگم، محمد هاشمی، ایشون کیست؟ عضو پیشین تشخیص مصلحت نظام، داداش اکبر هاشمی رفسنجانی، همون که بالاخره زخمی از این رژیم، بالاخره در استخر فرعی کارایی کردن. ببینید میگه مشارکت حد اکثری، یعنی هر چه افراد حضور بیشتری در انتخابات داشته باشن بهتر است، اینو در آرمان ملی میگه، و جنبه بازدارندگی دارد. اگر مشارکت حداکثری نباشد میگویند مردم بی تفاوت هستند، بنابراین مشارکت حداکثری از جنبه‌های مختلف مهم است. توجه کنید همه جای دنیا انتخابات میکنند برای اینکه آراء مردم بیاد مسیر جامعه رو عوض کنه، راه آینده رو باز کنه. اینا انتخابات رو میذارن برای بازدارندگی. بله. جلوی آینده رو ببندیم، حفظ وضع موجود. این فلسفه انتخابات در رژیم آخوندی. بله یکی از این اصلاحاتی هم گفته بود که حداقل بذاریم مثل کتک خورای فیلم‌های فارسی ما شرکت کنیم تو این نمایش. تو یک واقعا جای تأسف داره. به هر حال آقای مسعودی خامنه‌ای از به اصطلاح مشارکت حداکثری اسم آورد، به خصوص در مورد نقش زنان در انتخابات. تو این رابطه شما چه نکته‌ای دارید؟ بله ببینید، این خامنه‌ای گفته که یه جمله گفته که این انتخابات باید قهرن دارای 4 خصوصیت باشه. این خصوصیتاش هم براتون بخونم چون خیلی جالبه. گفته که این دو انتخابات که در تقریبا 2 ماه دیگه باش روبرو هستیم برگزار میشه، بنده 4 خصوصیت رو در اول امسال راجع به این انتخابات به ملت ایران عرض کردم. شما کی باشید؟ گفتم ایشون ولی فقیه. اولا مشارکت قوی، ثانیا رقابت واقعی، ثالثا سلامت به معنای حقیقی، رابعا امنیت انتخابات. ببینید در نظام جمهوری اسلامی انتخابات ضروری است. در این انتخابات قهرن اون 4 نقطه که گفتم باعث باشه. انتخابات اوج دموکراتیسم یک مملکت رو نشون میده. میگه قهرن باعث همه شرکت کنن. با تو چیکاره ای؟ شاید که نخواد شرکت کنه. هرمو چطوری میچینه؟ قهرن شرکت کنید که قهرن یک نمایش رقابتی باشه که نتیجهش میشه چی؟ این شوی ولایی میدهد سلامت انتخابات یک مشروعیتی برای ما دست پا بشه. نتیجهش میشه چی؟ سلامت یا امنیت نظام. در حالی که خب شما واقعا انتخابات میخوای، خب چرا انقدر زحمت میدین خودتون رو؟ این پاسدار بسیجی ها رو یک 2 روز برسین بفرستین مرخصی، طفلیا از قیام 401 یک روز راحت نداشتن، الان تو خارج هم پهلوی خیلی نگرانشونه. اینا رو 2 روز بفرستین مرخصی، یک انتخابات بذارین 2 روزه تحت نظارت ملل متحد، امنیت رو برقرار کنید. امنیت که برقرار شه حتما سلامت انتخابات نتیجه میشه. نتیجه که بشه سلامت، ملت آراء مخالفشون یعنی سران مخالف میان ثبت نام میکنن، خب لاجرم به اصطلاح مشارکت خیلی قوی خواهد بود. البته فرقش اینه، اون هرمی که خامنه‌ای چید میدهد امنیت نظام، این یکی هرم میدهد تغییر نظام. پس این مطلق به این تن نخواهد داد. اینجا جاییست که نیازمند چی میشه؟ بانوان. ببین خامنه‌ای همه اینا رو میتونه بکنه، سلامت رو میتونه عدد سازی کنه،
امنیتو که دست خودشه. اون رقابت محوهم که بالاخره یه سری سلبریتی و نمیدونم یه سری ریزشی و تصفیه شده هستن حلافس میکنن، میماند حضور گسترده مردمی. حضور گسترده اونجاست که رژیم هر دفعه سرش به سنگ خورده، اینجا نیازمند بانوان شده. و جالبه که همین جا هم که نیازمند به بانوانه که جمعشون کرده، حالا بماند که کیا رفتن اونجا، نمیتونه بهش بگه باشو برو انتخابات. من جمله شو برات بخونم، خودتون نتیجه گیری کنید. در این قضیه انتخابات من چند روز قبل هم تاکید کردم، تو مسئله انتخابات شما بانوان و خانم های عزیز می توانید نقش ایفا کنید. مهمترین نقش شما در داخل خانه است. مادرها می توانند نقش ایفا کنند، وادار کنند فرزندان را، همسر را، در این که در این زمینه انتخابات فعال باشند، درست تحقیق کنند. زنها در برخی از مسائل شناخت اشخاص و راهبردها و جریانها دقیق‌تر و ظریف‌تر از مردها نگاه می‌کنند و نقاطی را پیدا می‌کنند در شناخت نامزدهای انتخاباتی. در حضور پای صندوق‌ها هم در داخل خانه هم در خارج خانه می‌توانید نقشی بکنید. ببینید اینقدر این زن ستیزی عجیب غریبه در نشیم که حتی الان که من نیاز دارم به رعیت نمیتونم بهت بگم پاشو برو، نمیگم پاشو برو دست بچه‌تم بگی ببر، نمیگم پاشو برو همسرت، میگم وادارشون کنید، نمیدونم فلان کنید، بهمان کنید. آخرش هم که حالا یه نقشی هم در کنار صندوق داشته باشین خوبه. نکاتش انقدر محوره که ترجیح میدم نخونم. در این صحبت که با زنها کرد که به اصطلاح اینجا هم در دستش انتخاباته، فقط 4 بار بس کلمه انتخابات به کار برد، 9 بار گفت خانه‌داری و در خانه و تو خونه و فلان، چند بارم فرزندآوری گفت. پیشنهادم اینه که یک بار فقط برای شناختن این رژیم زنستیز اگه کسی وقت کرد بره بخونه و واقعا بسیار محوره. میخوام این نتیجه رو بگیرم، نمایش انتخابات امسال برای رژیم در فردای 401 که رژیم منتظر قیام بعدی است، بله، و در بعد از این قماری که در منطقه کرد، این خونی که از مردم غزه داره می‌ریزه در این جنگ افروزی، بله، بسیار برای رژیم حیاتی است. این رژیم بیش از حد به دست و پا کردن یک مشروعیت قضایی برای خودش نیازمنده. فرصتش در این انتخابات اینجاست. نقش تک به تک عزیزان هموطنم برجسته، بله، است که انشالله با به اصطلاح تحریم انتخابات این یکی شانس رو هم از خامنه ای میگیریم و انشالله، بله، تبدیل کنیم این سال رو به سالی که نمیخوان تبدیل بشه. بله، خیلی ممنون از شما آقای مسعودی از حضورتون در این گفتگو و توضیحات بسیار خوبی که دادین. با تشکر از شما. با تشکر از شما. درود بر شما.